دوستان عزیز سلام، در این قسمت یک سری نمونه های خیلی واضحی رو آوردم از در واقع بیان میزان و شدت و چگونگی کلا تغییرات در نمودارها، برای اینکه مطالبی که گفته شد به صورت کاملا واضح براتون تشریح بشه. دقیق بفرمایید دوستان، من میخوام بگم مثلا قیمت اسباب اساسیه یا فرنیچر به طور متوسطی کاهش یافت. قیمت اسباب اساسیه به طور متوسط کاهش یافت. خب میگم the price of furniture قیمت فرنیچر decreased. ببینید اول به صورت فعل. دوستان ببینید، همیشه اینو در ذهن داشته باشید، وقتی فعل داریم باید قید بیاریم، اما وقتی اسم داریم باید صفت بریم. صفت مال اسمه، قید مال فعله. اوکی؟ پس ببینید دوستان، قیمت فرنیچر decreased ایدی داره، کاهش یافت. چون معمولا خب نمودارها در رابطه با اتفاقاتی هستن که در گذشته افتاده. خب کاهش یافت، قیمت فرنیچر کاهش یافت. چطور؟ به طور متوسط، ها؟ قید moderately. پس the price of furniture decreased moderately، ها؟ یعنی قیمت فرنیچر به طور متوسطی کاهش پیدا کرده. حالا همین رو دوستان ما میخوایم به صورت اسم و صفت بگیم، یعنی میخوایم بگیم قیمت فرنیچر یک کاهش متوسط رو نشان داد. پس میگیم خیلی راحت، the price of furniture showed، نشان داد چه چیزی رو نشون داد؟ a moderate reduction، ها، یعنی یک کاهش moderate متوسط، or a moderate fall، a moderate decrease، ها، reduction، fall هم افتادن دوستان یا کاهش هم معنی میده، و decrease هر سه به معنی کاهش میتونن باشن و هر دو با استفاده کنیم کاملا درست هست. پس اینجا که فعل آوردیم، قید آوردیم، اوکی؟ به لحاظ معنایی هم کاملا مشخصه. کاهش یافت، چطور؟ به طور متوسط. یا اینجا نشان داد چه چیزی رو؟ یک کاهش متوسط رو دیگه. کاهش متوسط. A moderate reduction. یا a moderate fall. یا a moderate decrease. اوکی؟ خب، اما دوستان، دقیق بفرمایید. The number of college students، یعنی تعداد کالج استودنتس، همون در واقع دانشجویان کالج. خب میخوام بگیم تعداد دانشجویان کالج به طور چشمگیری افزایش یافت. میگیم rose گذشته فعل rise هست، به معنی صعود کردن، افزایش پیدا کردن. rose چطور؟ significantly، ها، به طور چشمگیری چی؟ افزایش یافت. پس تعداد دانشجویان کالج به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. خب همین رو به یه صورت دیگه هم میشه گفت. The number of college students indicated، یعنی نشان داد چه چیزی رو نشان داد؟ یک افزایش چشمگیر، ها، noticeable. خب میدید دوستان noticeable همون significant هست، considerable همینا یکیه. noticeable increase، ها، یک افزایش چشمگیر را نشان داد، indicated نشان داد. عمدن دوستان سعی کردم از کلمات متفاوت استفاده بکنم برای اینکه از همینا استفاده کرده باشیم و عادت کنیم دوستان، باید خودمون رو عادت بدیم. در آزمون آیلتس تنوع دوستان خیلی مهمه، variety یا تنوع یکی از اصول خیلی مهم هست در آزمون آیلتس. باید سعی کنید از کلمات، اصطلاحات و نکات گرامری متنوعی استفاده کنید دوستان، چون قدرت شما رو، این توانایی شما رو و تسلط بیشتر شما رو نشون میده. خب اما یه مثال دیگه میخوام بگیم، میزان آب مصرفی مثلا یه کاهش ناچیز رو نشون داد، ها. خب دوستان دارم بفرمایید the amount، amount دوستان پس number تعداد، اما amount مقداره. the amount of consuming water، consume مصرف کردن، consuming یعنی مصرفی، consuming water آب مصرفی. خب manifested نشان داد، خب چه چیزی رو نشون داد؟ وقتی بگید نشون داد یعنی اسم و صفت، ها. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.